خدرا رحمت کنه مثلا سید اشرف مثلا مامو شهید با یک عذاب مثلا از دنیا گذشته باشه از نور از روش نور میگوید برای مردم خلق تاجیکستان برای دینش برای ایمانش مثلا حرکت کرد و جانش تسلیم کرد و ما خودم بسیار وقتا در زیق هستم وقتی که میشنم که فرزندی سید اشرف میگه که من شما را آگاه کردم که شما را نکشم مثلا در این دایره ای که سید اشرف مثلا بچهش که نبلای گپ میزنه من حیران هستم که پدری طرف دشمن کشت دیگه آدم کشت من همه آدم های امام علی کشتن چرا تو از مسئله مردم تاجیکستان مثلا دلبرداری نمیکنی گپ میزنی چرا تو آدم کشتگی خطا پدر خطا تعریف میکنی و خاموش هستی در پیشی او ظالم خونی پدر طرف ریختگی هست تو قصد های مردم تاجیکستان میگیری از برادر کمکک از خدا بده اسلام نیست امام علی یک قاتل است یک دزد است غارتگر است تو باید برادر از دولتی که چی هستی تو باید گفتنی که ای مردم راست نگه باید مردم ما آزاد زندگی کنه تو که باشه مردم بیچاره را رو افتاده میکنه که من میگم که مردم را برم نکشن ای مردک مرگ تگی دستی تو دا نیست اگر که تو ایمانت کامل باشه نفهمی که تقدیر نصیب انسان خدا میتا روز و ساعت چه خدا میتا همه گفت سبب و واسطه است اگر که ایمانت کامل باشه نفهمی گفت اگر که نما باشی نفهمی که من ترا چی گفتم تو سری رای انسان ها گفتا نمیتونی مرگا نیکن گفی تو در روز قیامت وقتی که تو ایستاد میشه در پیش پروردگار خداوند تو میپرسه که یک آدمای بدن که دعوت میکردن که دین عدالت باشه از مسئله ظلم برویم چرا تو مردم قتل دی چرا تو از حدیثایی که پیغمبر گفتگی بود از دین اسلام گفتگی بود چرا تو گفای مرا رد کردی چرا تو دیده بودی که پدر تو را ای آدم کشت همی خوب بشره کشت امام علی رحمان کشت به امروش چرا تو ای روز تو از مردمی خود گلمند هستی این مردم رنگ تو را برادرشون و اپا و اکا و خوارشون همی امام علی کشت چرا تو ای روز اونا را حمایه نکنی چرا تو از ترسی خود گرد نزنی به خاطر فایده به خاطر دعاخانیت به خاطر علمت نه برادر در پیش پروردگار هر یک بنده ای که گپ میزنه حق گپ میزنه در پیش خداوند تو هم میستی من میستم و اگر که ایمان سوال پرسم من جواب من میگم که برای چی من حرکت کردم جان من در تحت دست گرفتم و مردم من دعوت کردم به مسئله آزاد به مسئله که مردم ما بازم بگرده برای نیکی برای عدالت نیکن تو اگر که این روز دما بین مردم گپ زیسته باشه که ای مردم شما را میکشن گفتن گپ تو بسیار خطا میکنی از یک طرف تو هم حرکت میکنی فایده میکنی در مسئله امام علی به پیش ظالما و اون ملاهایی که این روز بغض از این آدمی که من گپاشو شنویدم البته من امید داشته بودم که این برادر میبرایم میگه که برادر ما قطع شما هستیم من دعا میکنم که سرزمین تاجیکستان بازم مثلا جای عدالت بیه و مردم تاجیکستان زندگی کنه چرا تو این روز بچه سید اشرف به خود دولت روسیه رفتی وطن تتر کردی برادر گپ حق گفتن در کاره زیرا که در دیگه جای زمین تاجیکستان به تو جا نیست تو نداری جا جای تره اینانی کسیفا گرفت اگه هستن این روز در سرزمین تاجیکستان ما حرامی و بدی بسیار به اندازه زیاد است تو این روز حرکت کردیستی که در موبایل بدرام گپ زنم مثلا مردم هم بگون که ندروید من همه وطن تو نبگیرم من همه زنها و گودکایش ما را برستم فرق نداره خاموش بیستیم این بسیار گناه کلان های برادر هرچند دیگر ملوهایی که در موبایل میدروید اون ملوهایی که به مسئله یک دایره و فایده دارن که در مچه که گفته بودم که از مسئله مفتیات امام علی مثلا تیار کرد که برین مردم آرام کنین گفته این یه مکر ایلای شما باید نامبر کنین اونا را شما باید نامبر کنین بین در این موبایل ما و شما گب زنده برای اونا چی نمود ملا هستای؟ برای چی ایما یک دسته امام علی رحمان چی میخواه از امام علی رحمان؟ چی میگردین؟ کنیش علم خواندگی او کجا شد این قدره که او شو روز میخواند؟ از او خوبه نمیخواندگنی میگن که علم یک چیزی هست که به مطابق در آدمی که ضعیف باشه علمش و آدمی که در عملش ضعیف باشه به مثلی که یک خری که در پشتش بار کردگی هم کتاب را نکم از او هیچ فایده ای نیست نکم علم به مطابق عمل باشه اگر
اگر کم هم خوندگی باشه به مطابق کم خوندگیش عمل داشته باشه اون شخص به پیش پروردگار درجه داره. گپ در مسئله ملوگی نیست، از سبب بسیاری ملوهایی که این طرف اون طرف بازی کردن ما و شما همینقدر غرق شدیم در مسئله خون، همینقدر ضعیف شدیم، همینقدر ناامید شدیم. ما خواهش دارم که مثلا این همون ملوهایی که پیدا میشن نماشون رو بگیرین برویم در این صحب و صحبت و همون ملو را بگو که ای ملو میخوای که در سوالات جواب پیدا کنی خود را مرد واری سوال ته و مثل اشای نوریدین که شعر واری میدونه گپشه نگه در پیش ایمالی که مثلا یک نمولا از گودک کشیدن از سر سرش و مثل که اون پلافکه دختر شد از ما بانی پشت گریستن است. در مسئله مسلمان ها این قدر گتی بلنده ای ما که دوست میدارم ایشان نوریدین ایشان دملو اگمتلو را، ما که دوست میدارم مسئله حاجی میرزا را، بخاطر چی بسیار آدم هایی که دوست میدارم؟ بخاطر میدارم که گپاشون حق های گپاشون حق های اینا را میشه گفتن که اینا ملوها در پیش پروردگار انشاءالله خدا خواهد در روز فرد قیامت سراشون بلند میستن. گپ اینا خودشون یک جهادی کلان است، دعوت کردن به مسئله عدالت است، به مسئله یک گپی هست که ما و شما باید از این آدم ها بفخریم، نه از اون ملوهایی که میبرند در مسئله یک گپ میپرسویند یک گپی را گپ بزنند که به فایده خودشون هست، خودشون از همون گپی گفتگیشون نمیفهمند که چی میگن، کوشش میکنن مکر ایلت کنن فتنه بردارن جنگ اندازن. اوی مردمی تاجیکستان بفهمین که شما دیگر راه ندارین، راه شما یگای فقط دعوت کردن ای، چیقای که شب و روز دعوت میکنین مردم ها، چیقای که کوشش میکنین که دین یک مش شوین که وطن تو نازد کن، یگانه راه هست که شما از کنیزی نبروین این سایب شدن دولت خودتون است، این طلب کردن حق خودتون است، این حرکت برای خودتون است، برای نسلهای کودکای خودتون است. برادران هر کس در میدان نمیبروید دعوت نمیکنه مگر او یکی خداوند اونو تقدیر نصیبش گفتگی باشه. بازم تکرار میکنم در مسئله فرزندی خدا رحمتی سید اشرف، او برادر تو خدا نیستی، تو تقدیر نصیب این چونها رو ننویسته، تو مردم وقتی که گپ میزنه که بیستین صبر کنین تو خودت با خودت آیسته آیسته در مبین مردم به عبرو میشه، قدر عزت و حرمت تو میکنی، تو قدر عزت پدر تو سر میزنی، پروا نداره در هر جایی که گپ زنی، لیکن خودت آیسته آیسته به عبرو میشی. برادر ما خواهش دارم که حاجی هم سری وقت های حاجی هم بیا بیرق بردار، حاجی هم بیا قتیما ایستاد شو، زیرا که اون ملاهایی که این کارا را میکنن در اونا هم اگر که یکان گپ باشه ما خاموش بیستیم، در تو نمیزه به این کار، نمیزه به این کار، برای که پدر تو این نمود نبود، پدر تو یک شخص مرد بود، پدر تو یک شهید شد و درجه داره در پیش پروردگار. نکه که مثلا در پیش روحانیتو که از دنیا گذشتی سرت خم باشه برای یک دهنون، برای که در پیش تو یک کس گپ زنه تعریفت کنن، نکه این کار برادر، به عبرو میشه. بازم از تو خواهش دارم که صد بار فکر کن، بس یک بار گپ زن، ددری رسیه در همه جا گوشه و گپو به ما میرسن. نو ما امید دارم که قرب ایمان تو و قرب ناموس تو بلند میخیزه، ما امید دارم که یک روز دیگر ما صدای تو را میشنویم که ای مردم بخیزه گفته، ما امید دارم برادر، ما تا نفس آخر از تو امید دارم، زیرا که ما در پدر تو بسیار محبتی کلان داشتم.